وزیر مهاجرین افغانستان اعلام کرد که طی سال گذشته دست کم 120 هزار مهاجر افغان به شکل اجباری از ایران اخراج شدند. سید حسین عالمی بلخی که در سفر به ایران با یکی از خبرگزاری‌های ایرانی مصاحبه کرده، وضعیت مهاجران افغان حاضر در ایران را نامناسب ارزیابی کرد. او گفته هرچند به تازگی کودکان این مهاجران از حق تحصیلاتی نسبتا برابر برخوردار شدند اما خانواده های آنها کماکان از داشتن تلفن همراه سازگار با برخی آپاراتورهای ایران و خدمات بانکداری الکترونیک محرومند و شاهد مشکلاتی بزرگ در هزینه های درمانی هستند او درباره پناهجویان در اروپا مدعی شد که وضعیت آنها بغرنج نیست و به گفته او از ابتدای امسال آمار بازگشت‌های اجباری از کشورهای اروپایی به رقم 400 نفر هم نرسیده است. افغانستان بیش از 40 سال است که درگیر جنگ و اقدامات تروریستی سنی‌های تندرست بر اساس آمارهای اعلام شده، اکثر مهاجران افغان در سطح جهان را شیعیانی تشکیل می‌دهند. که به دلیل اقدامات تروریستی سنی های تندرو از این کشور مهاجرت کردند. تعدادی زیاد از این مهاجران را شیعیان قوم هزاره تشکیل می دهند که در این کشور توسط گروه های تروریستی مختلف مانند طالبان یا داعش هدف قرار می گیرند. به گفته منابع مطلع سنی های تندرو توسط برخی کشورهای خارجی حمایت می شوند.